بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه امام حسین علیه السلام، باز هم با برنامه بینات با موضوع سقیفه از نگاه دیگر در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم این برنامه طبق روال شبهای گذشته آیت الله سید حسین موسوی زنجانی هستند که من از طرف شما و خودم خدمت ایشون سلام و عرض ادب میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما آج آقا و وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و دوستانی که در این برنامه زحمت میکشن. خدا حفظتون بکنه. آج آقا، ما طبق روال برنامه بینات در این قسمت هایی که تا الان داشتیم و امروز هم قسمت هفتم از این برنامه و با این موضوع رو در خدمت بینندگان هستیم، در پی اون بودیم که سقیفه رو از نگاهی دیگر بهش توجه بکنیم، از زاویه دیگر بهش توجه بکنیم. در اولین قسمت و اولین برنامه ما تعریف کودتا رو برای سقیفه بهترین تعریف دیدیم با استفاده از آیات قرآن و شروع کردیم شاخه های مختلف این کودتا رو بررسی کردن، که البته طبق تحقیقاتی که شما جناب عالی از کتب اهل سنت داشتید، تماما متونی که اینجا قرائت میشه از کتب اهل سنت هستش، تا انشالله هیچ مشکلی در فهم یا در قبولی اون از طرف دو فرقه به وجود نیاد، که لااقل بگیم آقایون ما از کتاب خود شما داریم این روایت ها رو مطالعه میکنیم. ادامه بحث رو انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که شیعه در تقیه بود. بله. شیعه اقلیتی که قرآن تایید کرده و قلیل من عبادی الشکور، بله، اقلیت توی مسیر درستن، ولیکن اکثر الناس چی؟ لا یعقلون لا یعلمون. بله. اکثریت نمیتونه به دلیل کثرت علامت حقانیت باشه. بلی، اگر میثاق اجتماعی سیاسی داشته باشیم بگیم آقا انتخاباته، بله، اکثریت هرچی بخواهن اون رو انجام بدیم، اون مشروع شرعن، به دلیل اینکه میثاق قرارداد شرط اجتماعی است. آقا برای اداره کشور چگونه اراده کنیم، درست، و چگونه اداره کنیم. میگن آقا ببینید مردم چی میخوان. میگن آقا همه که یک جور نیست. میگن خب اکثریت چی میخواد. درست. این مشروع به این معنا که عمل به میثاق و شرطه. اما برگردیم به دین. بله. دین امر آسمانیه، صنعتیست ساخته شده در آسمان، ربطی به بشر نداره. تعبدن البته بعد از قبول مقدماتی عقلی، بله، اصول دین رو باید عقلا بپذیریم. وقتی که مقدمات ثابت شد، مسیر درسته، این ظرف درسته، مظروف هرچی باید بپذیری و الا از اول قبول نکن. خب قرآن کریم فرموده است اقلیت و اکثریت در رابطه با دین عکس آن چیزی است که در جامعه است، مسائل سیاسی جامعه است. در دین عملا اقلیت موندن، اقلیت هست که معمولا در مسیر درست موندن، خب اکثریت منحرف میشن. در ارتباط با اجرای حدود پیغمبر فرمود من که پیغمبر هستم، قبول کردید، بله، اما خدا فرموده اید امکان نداره من خدا اجازه بدم حد جاری کنی. بابا مردم به من ایمان آوردن، من پیغمبرم. نه، ایمان آوردن تو پیغمبری، اما اگر دنبال فحشا رفت شما باید شلاق بزنی، بله، شما نزن. این باید قرارداد ببندی، بیعت بکن، حکم را من بتونم بر تو جاری کنم. این مرحله دیگر از حکم شرعی است. پیغمبر شد پیغمبر، همه قبول کردن، فرمود درست شد، شما مؤمن مسلمان پاک، بله. اما من پیغمبر مرحله دیگری از شما طلب دارم، تعهد اون از... دیگری، بله، شما اعلام کردید مسلمان شدید، بله. این مسلمان شدن عوارض مالیات داره. یا رسول الله چیه؟ اگر تخلف کنید حد داره، بگیم تنبیه داره، تنبیه داره.
مسئله قصاص هست، حدود هست، دیات هست. اگر میخواهید اون بخش سنگین اسلام آمد فرار نکنید، اول دستتون بدید من. اجازه بدید عبارت عوض کنم. بفهمت. اسلام یک بخشش شیرینه، یک بخشش تلخه ها. این که اسلام عبارت از این بشه که انسان بیاد با هم بنشینه، با هم نماز بخونه، توجه کردید؟ با هم جهاد بکنه، به یکدیگه کمک بکنه، به یکدیگه تعاون داشته باشه، قرض بده، قرض بگیره، رفیق بشه از هم، این چیز شیرینیه. اما یک طرفش تلخه، اون این است که مسلمان شدی، تخلف کنی، حد جاری میکنه. نظرتون چیه بگیم یک طرفش جدیه؟ جدیه، حالا میشه از این اصطلاح رو؟ بله، عوارض داره در حقیقت. اون وقت برای این دست بده بینم، شما در نمیرید؟ اگر آمدی بیعت کردی، حدود الهی را چی؟ من جاری میکنم. این متن قرآن از آرن سوره حدیده یا همون مسبحات. بله. یا ممتحنه هست. یکی از این سوره هست. پیغمبر اسلام فرمود من که پیغمبرم، باید بیعت کنید، اگر نکنید من حکم خدا را جاری نمیکنم. علی بن ابی طالب امام بود یا نبود؟ از در شیعه قطعا. بله. اما فرمود لولا حضور الحاضر، اگر نبود مردم من امامت نمی کردم. نه اینکه امام نبودم، امام بودم، اعمال امامت نمی کردم، اجرای حد نمی کردم. اجازه بفرمایید یه سوال بپرسم اینجا که شاید سوال بیننده ها هم باشه. این بیعت دومی که می فرمایید در حال حاضر در عصر کنونی چه اسمی رو میتونیم روش بذاریم؟ آیا همون بیعت مثلا رأی. سیاسی یا رأی؟ انتخابات همون بیعت احسن. دقیقاً انتخابات در عصر ما دقیق همون بیعته. آقا رأی بده، رفراندوم. آیا به این نظام رأی میدید؟ اگر رأی دادن بیعت کردن. لازمه اش رو باید تحمل کنن. اگر فلان امر را مرتکب شدی حکمت اعدام ها. این طرف قبول میکنه که هر تبعاتی هم در اثر قبولی داشته باشه، تبعاتش رو قبول میکنه. این روشن شد؟ بله. رسول خدا فرمود من که پیغمبرم، اعمال قانون، حد جاری کردن من مشروعیتش با چی؟ میثاقه. با میثاق و اسمش بیعته. بیعته که معلوم بود. تمام شد. یه پیغمبره دیگه. بله. فرمود بعد از من دیگه وظیفه شما معلومه دیگه. من که پیغمبرم بیعت کردن به من. حساب کنید پیغمبر است و ابوبکر است و عمر است و عثمان است و امیرالمومنین است. از این دو نفر هر دو بیعت داشتن. درست. یعنی مردم به پیغمبر بیعت کردن و علی بن ابی طالب. بگو چند انتخابات برای این سه نفر بوده؟ احسنت. دقت کنید ها. مسئله بله بسیار مسئله ما بعداً میرسیم احتمالاً چندین شب بحثمون باشه، نمیدونم عددش. اون اینه که قبلا وعده دادیم 6 صفحه پر مدرک بیاریم از اهل سنت فقط از یک کتابشون ابن عساکر. مردم مدینه تظاهرات کردن، نماینده فرستادن پیش ابوبکر، آقا ما عمر را نمیخواییم، شنیدیم شما میخوایی عمر را خلیفه درست کنی، آقا اگر رأی ملاک مشروعیته من نمیخوام. بله. علی بن ابی طالب رفت، طلحه رفت، عدت من المهاجرین رفتن، مردم تو خیابان را گفتن، ایشون آمد گفت که منو بردارن، حال ندارم، برداشتن. گفت آقا من تشخیص همین است که ایشون خوبه. گفتن آقا رأی مردم مشروعیت میده، کو مردم اگر هست ما هستیم، ملاک مشروعیت نظام مردم هستن، ما مردم رأی جمعی. از اون طرف شما میگید پیغمبر حق نداشته علی را نصب کند، چطور شده ابوبکر حق داشته عمر را نصب کند؟ زیرکتر از پیغمبری؟ خب آقای عمر چه کسی را؟ عثمان را من معرفی کردم که مدرک را خوندیم دیگه. بله. خب خودتون گفتید ملاک مشروعیت خلافت ابوبکر چیه؟ رأی مردم کو؟ برای عمر از کجا گیر آورد؟ کجا انتخابات شده؟ ابوبکر نصب کرده بود. بله. آقای عثمان چگونه مشروعه؟ عمر نصب کرده بود. نوبت رسید به علی، گفت من نمیام. این لنگ کفش رو میبینی در این جو، در این فضا، با این فکر، این امتی که این مقدار درک شعور دارن، درست این لنگه کفشه که وصله میدن از اون بیشتره برای ارزش. چرا؟ ریاست به این امتی که
من در مقایسه با این زبان حال علی بن ابی طالب، من مساوی با عثمان نباشم، من مساوی با عمر نباشم، مساوی با ابوبکر نباشم، اگر بعد از این سه تا مردم منو انتخاب میکنن معلومه که اونها از من افضل بودن دیگه در نظر مردم. آره، یک مردم این چنینی ریاست بینو من نخواستم. نه خیر آقا، وقتی که مردم آمدن فشار آوردن، امام حسن امام حسین 30 چند ساله بوده، بله، قوی ترین انسان هم بودن، اما در اثر فشار مردم نزدیک بود که له بشن. از اون طرف هم بعضی هم یعنی حسنان، یعنی انگشتان پا له شد، نه حسن حسین، در هر دو صورت مشروع شد. پس مشروعیت حتی خلافت پیغمبر، رسالت پیغمبر در اجرا، نه رسالت، بله، امامتش در جامعه و مشروعیت اعمال امامت علی بن ابی طالب با رأی چی؟ با رأی مردم. خب این روشن شد، این اسلام دیگه. آقایان آمدن، کی؟ آقای معاویه. گفت اون گذشته بود. یعنی چی؟ مثلا ما از طرف خدا انتخاب شدیم. ببین چیزی که شب روز به هر کسی گفتیم پیغمبر و علی انتخاب خداست قبول نمی‌کردن، ایشون گفت اتفاقا منو خدا انتخاب کرده. به مجردی که گفت اصلا قبول. شجره نبوت منم. شنیده بود اینو واقعا؟ منم نشنیده بودم. شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی من معاویه. سعد بن سوهان بلند شد گفت اینا بنی هاشم. بنی هاشم چی شد؟ در خاندان بنی هاشم قرآن نازل شده، رسالت اونجاست. آل ابراهیم وارث در سوره مبارکه نساء آیه 54 گفته هر خانه، اون خانه‌ای که وقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، اون خاندانی که آل ابراهیمی که کتاب دادم، حکمت و سنت دادم، که ملک عظیم خلافت ابدی را هم به اونها دادم، مگر شما از اینا هستی؟ عبارتش اینجاست، میرسیم. ایشان گفت نه، ما از بنی هاشم نیستیم، هم خیر منا و نحن اسوس منهم. اونها از ما خوبن ولی سیاست مدار شایسته مدیریت ما هستیم، و نحن شجره النبوه. دقت کن، ظلم اینها. هر چه شیعه ها گفتن آقا شجره النبوه باید امام بشه، انتخابات ریاست جمهوری مجلس که نیست مردم رای بدن، اعمال چیز برای اون قضیه است که اعمال امامت کنه، بره. اما اینکه امام پیغمبره اینو بود... خدا باید نازل بشه، بره. اما امام پیغمبر بخواد وارد میدان بکنه این حکم را، رأی میخواد بعد از طرف مردم. به عبارت دیگر امام شدن، پیغمبر شدن بین خدا و این آقا، این ربطی به خدا داره؟ هیچ وقت ربطی به رأی مردم نداره. اما میخواد امامتش را، رسالتش را به مردم تحمیل کنه، میگه اجازه بگیر از مردم. حالا من یه مطلب، این روشن شد؟ این کاملا مشخص است. فقط من یه مطلب یه مقدار برگردم عقب، فرمایشات جناب عالی رو. شاید الان اینجا بعضی از بینندگان بپرسن که خب پس اگر بیعت مردم منجر به این میشه که یک امامی بتونه بیاد امام بشه و اون اعمال دین رو اجازه اجرا، حالا نه که اجازه اجرا از طرف خدا بلکه از طرف مردم داشته باشه و بتونه اونها رو اعمال بکنه، خب پیامبر که اطرافش بودن، اصحاب و همه تاییدش کردن، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که بعد از پیامبر مردم جمع نشدن بر بیعت با او، که حالا انتظار داشته باشه شما شیعیان که ایشون بیاد و بعد از پیامبر خلیفه باشه و امام اول باشه و اون حکم رو و حکومت رو به دست بگیره. اینجا جواب ما میتونه برگرده به واقعی قدیر خم. قضیه آسان تره. ببینید خیلی جلو نرید، یعنی این طرف بمانید، اون طرف دور نرید. ببینید چرا علی بن ابی طالب بلافاصله خانه‌نشین شد؟ چون شرط امامت او حضور مردم بود. یادتون هست دیگه، بله. زید بن ثابت شب کودتا سقیفه پول توزیع کرد یا نه؟ بله. خب علی بن ابی طالب پول میتونست توزیع کنه؟ یک. دو،
همه قبائل میگفتن که وسعوها فی قریش تتسع، وسعوها فی قریش تتسع، قدم میزدن یک نواخ میدان مقابل خانه پیغمبر، پیغمبر هنوز دفن نشده. این به قول امروز انترک کی بود؟ ابوبکر، عمر، عثمان بود. ابو عبیده جراح، اون یکی عبدالله، عبدالرحمن ابن عوف، سعد وقاص. همه قبیله ها بیایید بگید که خلافت را به همه خانواده ها بدید. یک، 4 سال بنی زهره، 4 سال بنی عدی عمر، 4 سال بنی تیم، 4 سال بنی امیه، 4 سال هم بنی هاشم. شعار این بود، وسعوها فی قریش تتسع، خلافت را عمومی کنید، همه بهره ببرن. میدانید حجاز از اول خلقت بشر تا اون روز اصلا حکومت ندیده بود، همه بدوی بودن و چی؟ بله. چادر نشین، هر قبیله حکومت بود، اینها همشون یه دولت بود، سعد وقاص یه دولت برای خودشون، بله دولت بود، واقعا دولت بود. بله. بنی عدی عمر یک دولت بود، بنی امیه یک دولت بود، بنی هاشم هم یک دولت بود. این دولت ها، دولت به معنای این است که هر کدام 200-300 جوان و مسلح داشت و قبیله بود، نظام داخلی داشتن و برای خودشون حکومت میکردن. علی ابن ابی طالب شعارش اینه، این مسئله امامت طبق نص قرآن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، خدا انتخاب کرده آل ابراهیم را در شاخه پیغمبر اسلام، منم. بله. اونها گفتن چی؟ ببین کدوم شعار جذبه داره؟ گفتم وسعوها فی قریش تتسع، تمام همسایه گفتن حق با عمره، بابا به همه قدرت بدید. قبیله رقیب با قبیله دیگر بود، رقیب بودن، خون یک دیگر قبلا میمکیدن. درسته. حالا همه میبینن ابوبکر حرف خوبی میزنه، عمر حرف خوبی میزنه، وسعوها، وسعوها فی قریش تتسع، ولی به همه برسه، یک مدتی این قبیله حاکم بشه، یک مدتی اون قبیله. خب واقعا جذبه نداره این؟ امروز هم جذبه داره در دنیا سیاسی امروز دیگه. درست شد؟ درسته. حضرت علی فرمود این مسئله ریاست جمهوری نیست، اول من امامم، نمیخواید؟ آقا اون بیل کلنگ بده من بینم. یا الله، رفت دنبال کشاورزیش. چرا؟ رکن دوم اعمال امامت برای علی باقی نمونده بود. آقا به من رأی نمیدی؟ علی فرمود نمیدی؟ نه. حالا اینکه این رأی رو، حالا من چرا رأی اعمال حکومت خلافت؟ بله بله. من اینو به همین خاطر برگشتن به روز قدیر خوب، روز قدیر خوب، چون میخوام بگم که این رأی رو مردم داده بودن یک بار اون زمان و بله و بعدش خیانت کردن به رأیی که خودشون داده بودن. اگه یادتون باشه قبلا بحثی کردیم، بحثی کمی نبود ها، نه اینکه من گفتم مهم بود، نه، رمز قضیه این بود. مگر بحث نکردیم مفصلشات با آقای خونه فرزاده بود؟ درست یادم نیست. همین که پیغمبر از دنیا رفت چی کسی بیعت کرد؟ مدینه یا بیرون مدینه چی شد؟ بزرگترین هولوکاست اون زمان رخ داد. ابوبکر شمشیر برداشت به کمک عمر، تمام قبیله هایی که در مدینه نبودن برای چی؟ گفتن آقا ما مالک ابن نویره چرا به زنش تجاوز کردن، سرشو بریدن، سرشو روی اجاق گذاشتن، به زنش تجاوز کردن، از اون به قول نارو آبیش خوردن؟ الله سر چی بود؟ ابوبکر گفت که این آقا چیه؟ بالای منبر بود، گفت آقا مالک ابن نویره رئیس بانک مرکزی پیغمبر اسلام از صدقات را جمع میکرد میداد به پیغمبر، آمده گفته این کیه؟ گفتیم ابوبکر. گفت ابوبکر کی باشه؟ گفتیم ایشون خلیفه است. گفت پیغمبر تعیین کرده؟ گفتیم نه. گفت من به اون زکات نمیدم. قبول نمیکنم. بله. این که میگن مرتدین، مرتدین، من بنده خودم آب آتش میزنم، میگن مرتدی وجود نداشت. مسلمانان بیرون مدینه خلافت ابوبکر را نشنیده بودن، رأی نداده بودن، زیر بار نمیرفتن، استناد میکردن به حرف شما. آقا در غدیر خم علی بن ابی طالب چه شد؟ بله. پس اون کشتارها مرتدین را نمیکشتن، مرتد بودن نسبت به خلافت ابوبکر. بله. روشن شد؟ بله کاملا. خیلی متشکرم آقا، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این مطلب رو به این شیوه بیان فرمودید. و اگر اجازه بفرمایید در این فاصله یک استراحتی بکنیم، بینندگان گرامی هم یک تأملی روی مطالب گفته شده داشته باشند، تا انشالله بعدش به ادامه بحث بپردازیم. اجازه هست؟ زنده باشید.
خب بینندگان عزیز و گرامی، متشکرم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. همچنان با ما همراه باشید. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه را میبینیم و مجدداً برمیگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشابه بین دو فریاد از دو پیامبر. یک، اما فریاد حضرت موسی علیه السلام از اصحاب کودتاگر خود. تورات سفر تثنیه از آیه 24 تا 29 به طور خلاصه. حضرت موسی علیه السلام خطاب به لاویان یعنی به اصحاب بنی لاوی و اسرائیلی خود فرمود: تورات شاهد باشد، جمیع مشایخ اسباط شاهد باشد و آسمان و زمین شاهد باشد که من تمرد و گردن کشی شما اصحاب اسرائیلی خود را می دانم و می دانم پس از وفات من بالکل فاسد شده از طریق و راه من برخواهید گشت و یوشع وصی من تنها خواهد ماند. دو، خداوند متعال در قرآن کریم آیه 25 سوره مائده می فرماید: موسی گفت خدایا جز من و برادرم هارون احدی از اصحاب در صراط مستقیم تو باقی نماندند. با انضمام این آیات توراتی و قرآنی به این نتیجه می رسیم: اصحاب حضرت موسی علیه السلام هم در غیبت 40 روزه میقات بر ضد خلیفه او حضرت هارون کودتا کردند و هم پس از وفات او بر ضد خلیفه دائمی او یعنی حضرت یوشع کودتا کردند. سه، در متون اهل سنت در حد تواتر آمده است رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار درخت ذونبات خطاب به اصحاب خود فرمود: الله اکبر، الله اکبر اصحاب من در تمام موضع گیری هایشان، حتی در بتخواهی به جای خدا خواهی راه اصحاب گوسال پرست و متمرد موسی علیه السلام را برگزیدند. اصحاب من در غدر و مکر و کودتا بر علیه علی علیه السلام نیز راه اصحاب موسی علیه السلام را برگزیده و هارون مرا خانه نشین خواهند کرد. بدا الاسلام قریبا و سیعود قریبا، یعنی اسلام هم در نزول و تأسیسش مظلومانه شروع کرده و هم در ظهورش مظلومانه ظهور خواهد کرد. اگر اسلام در حین نزول با کودتای اصحاب با شکست مواجه می شود، چون تصمیم گیرندگان مؤثر اصحاب بودند، و اگر در عصر ظهورش پیروز خواهد شد، چون قدرت در دست آل خواهد بود. لذا نه در تورات و نه در قرآن صلوات و سلامی بر اصحاب نیامده است. صلوات و سلام در تورات و قرآن مخصوص آل است و صلوات بر سحر ساخته دست اسرائیلی هاست و سیاستی بوده که پس از سفر عمر به جابیه مرکز یهودیان تدوین و تصویب شده است. خب بینندگان عزیز و گرامی، با تشکر از اینکه با ما همراه بودید و این برنامه رو میان برنامه رو هم با ما ملاحظه کردید. خب حاجا بریم به ادامه بحث و موضوع سقیفه از نگاه دیگر و اون موضوع کودتایی سقیفه که مطلب در حقیقت موضوع بحث ما هست. تا اینجا آمدیم بله. که در اسلام پیغمبر شدن نه پیغمبری کردن بر مردم، اون رأی میخواد بله. پیغمبر شدن، امام شدن هیچ ربطی به بشر نداره، ربطی به خدا داره بله. اما اینکه این پیغمبر و یا این امام پیغمبری و امامت خودش را تبدیل به نظام بکنه، اعمال قانون بکنه، نیاز قطعی دارد به رأی مردم بله. پیغمبر اسلام دو وجه داره، دو بعد داره در یکی از تقسیماتش. یکی این است که ایشون پیغمبره، میتونه بگه که مردم نماز بخونید، بخوانن و نخوانن، خمس و زکات بدید، بدن ندن، توجه فرمودید بله. اما این که یالا باید شما قانون حد را پیاده کنید، هر کس دنبال شراب رفت 80 تازیانه بزنید،
میگه این باید با مردم در میان گذاشته شود. من میخواهم پیغمبریم را، امام بودنم را در جامعه بر شما اعمال کنم در قالب نظام. این رأی میخواد، رأی مردم. پس پیغمبر شدن، امام شدن هیچ ربطی به مردم نداره، فقط در اختیار خداست. اما امامت کردن یا رسالت را تبدیل به نظام کردن موقوف به رأی مردمه. دقیقاً. و یه مطلبی هم اگر بخوایم اینجا اضافه بکنیم خدمت بینندگان محترم، به این صورت هستش که همونطور که نزول وحی بر پیامبر و پیامبری، رسالت و امامت راهگشای هدایت برای بشر هست، اعمال رسالت، اعمال پیامبری و اعمال امامت هم راهگشای زندگی دنیا و آخرت. یعنی این نیستش که حالا شما خب اون بحث جدیشو مطرح کردید که اگر کاری مثلا شراب خورد تازیانه زده بشه، فقط و فقط به این محدود نمیشه، برای بهتر شدن مسیر زندگی دنیوی و اخروی اعمال پیامبری و امامت لازمه. یعنی تالیتل و هم هست. بله، ببینید میخوایم بگیم آقا میوه آسمانی آورده ام، من پیغمبر، من امام. درسته. پس من آورنده این نعمتهای آسمانی هستم، این مربوط به خداست. شما میخواهید استفاده کنید، اول دست بدید ببینم شما میخواهید. میثاق، میثاق به این معناست بین پیغمبر و مردم، امام و مردم معاهده هست، شرط میبندن، شرطه. حلیت حد از اونجا شروع میشه. آقا من مسلمان شدم اما میخوام اصلا آزاد باشم، نمیخوام شما بر من اعمال امامت کنید. درست؟ خب میگه شما فردا بهشون شلاق بزنید از کجا در آمده؟ میگم آقا جان من مسلمان اما تحت تعلیم دولت شما نمیام. اونجاست که میگه به مردم بگو من میخواهم امام بودنم را تبدیل به امامت کنم، امامت را اعمال کنم. دست بده، حاضری تا این مرحله؟ اگر بیعت کردن شما میتوانی اعمال قدرت بکنی. پس بنابراین امام بودن و پیغمبر بودن ربطی به خدا داره، اما امامت و پیغمبری را تبدیل به نظام کردن رأی مردم بخواد. حالا یه جمله اضافه کنم، اگر اینطوری نباشه اصلا راهی نیست. اگر مردم رأی ندن چیکار کنیم؟ آقای زید پیغمبر است، به زور که نمیشه. آقای عمر امام است، مردم رأی نمیدن، به زور که نمیشه. خب زور بشه چی میشه؟ اون وقت با دیگران چه فرق؟ پس بنابراین راهی جز این نیست، باید ایمان مردم رو به خودت جلب بکنی، بعد از ایمان به مرحله ای برسه که اون طرف شلاق شما رو تبدیل به نعمت بداند. احسنت، این مطلب خیلی مهمه. اینا میگن ایمان. این فقط یه مطلب دیگه، حالا این بحث درسته، حالا هرچند در ظل بحث اصلی ما هست و خود بحث اصلی ما هست، ولی اینقدر فکر میکنم جذاب و مهم هست که اگر به اون بپردازیم خالی از لطف نباشه. هرچند در صداهایی که شنیده میشه خدمت بینندگان عزیز محترم عرض بکنم که همونطور که میدونید این صداهای عزاداری و ابراز ارادت زائرینی هست که به زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام تشریف آوردن. خود میخوام سوالی که میخوام بپرسم، خب حالا این اعمال شما تو مثالی که فرمودید گفتید که خب بعضی ها ممکنه بیان بگن که آقا من مسلمان هستم ولی نمیخوام زیر اون حکومت شما قرار بگیرم، آیا یک مسلمان مجاز هست که یک همچین صحبتی رو بکنه یا نه؟ فقط همین رو بخواهم. جالب دارای ابعادش. ببینید آقایان اقلیتی ها همینن دیگه. آقاییست میگه من یهودی هستم در ذمه شما، اسلام هم میگه محترمی، دقت کنید. مسیح همینطور، یکی میگه من مسلمانم، مسلمانم اما اعمال اسلامت را قبول ندارم، به من، به این میگم منافق. پس معلوم است به مرحله ایمان نرسیده و همین است که کسانی که اهل بیت را از فضای مرجعیت علمی و قدرت خلافت، مقام خلافت کنار زدن. چرا شیعه ها اونها را مؤمن واقعی نمیدانند؟
چهره‌ای دارم. ها، پس بنابراین اگر امامت را بپذیری، امام را بپذیری، بله، امامتش را نپذیری، میشوی منافق علی اعوذ بالله. دیگه حالا چون مخاطبی صحبت میکنی، بحث بسیار بله. خیلی خوبی شد و تبیین بسیار عالی. ایمان به همین معناست، ایمان دارم. میامد میگفت یا رسول الله مرتکب فحشا شدم، طهرنی، منو تطهیر کن، یالا منو اعدام کن، یالا شلاقمو بزن. این نشان میده اینا میگن ایمان، ایمان در قلبش رسوخ کرده. حالا اختل بود به معاویه گفت میرسیم، البته شاید 3-4 روز طول بکشه. اختل گفت من مسلمان شدم اما شراب من باید تأمین بشه. عجب. به خلیفه مسلمی گفت، حالا درست یادم نیست هشام بود، نه معاویه بود ظاهرا. بعد اگر من مسلمان بشم دو چیز را خواهش میکنم از من بردارید، یک ماه رمضان را رها کنید. مثلا من اسلام را میخوام منهای ماه رمضان، شرط و شروط داشت برای بله. اسلام، خودم هم معتاد به شرابم، اینم لطف کنید. اون وقت اون خلیفه گفت که من با شمشیر عضوی را از تو قطع میکنم که دو چشمت اونجاست، یعنی سرت را میبرم. مگر میشه؟ دقت کردید؟ عضوی اصلاح بود اون زمان، میگفتن عضوی را از تنت جدا میکنم که دو چشمت روی اونه، یعنی سرت را میبرم. پس بنابراین از این رد بشیم، امامت کردن، خلافت کردن جز با مردم مشروعیت یعنی رسمیت پیدا نمیکنه. و اگر کسی امام معصوم را بپذیره امام هست، اما امامت کردنش را نپذیرد میشود منافق. معلوم است که این ایمان نیست. خب برگردیم به اصل مطلب، بله، که در پایان میرسیم دیگه به اون. بنابود اول بگیم، گفتیم چی؟ پیغمبر فرموده من که پیغمبرم بیعت میخواد، بله. مردم اگر بنا بشه من حد خدا را جاری کنم بایستی بیایید بیعت کنید. خانم ها دست بزنن به آب این تشت که من دست دادم، آقایان هم دست بزنن به دست من بشه بیعت. علی بن ابی طالب هم همینطور. آقایان در مقابل این جمله گفتن آقا خیلی عجیبا این جمله، نمیدونم چقدر وقت داریم، خیلی مطلب مهمیه. اگر از اتاق فرمان به من اطلاع بدن 5-6 دقیقه وقت داشته باشیم تا پایان برنامه ممنون میشم. همون تقریبا 6 دقیقه وقت. بله، میبینید که شیعه 1400 ساله میگه باید وصی و خلیفه رسول خدا را، بله، رسول خدا از طرف خدا اعلام بکنه. درست، این اعتقادش با رأی مردم انسان خلیفه نمیشود. خلیفه خدا دستش باز میشه خلافت کند. بله درست. حالا زمان گذشت، آقایان دیدن به قول ما طلبه ها خلافتشون لایت چسبکه، مردم اینها رو واقعا قبول نمی کنن. معاویه گفت اتفاقا من شجرت النبوه منم، شروع کرد مشروعیت. ببینید دیگه، ببینید یه عبارت حادثه جعلی. جلد 26 صفحه 63 از کتاب تاریخ دمشق، بله، ان معاویه خطب الناس، معاویه خطبه خوند، فقال ایها الناس انا نحن احق بهذا الامر، ما بنی امیه حقیم بر خلافت. عجب. نحن شجره النبوه و بیزت هلتی انتقلت عن. اینجا به معنی چیه؟ یعنی اون خلافت، قدرت مرکزی که اسلام داره از پیغمبر به ما منتقل شده. و نحن و نحن و نا، ما هستیم فلان، ما هستیم دارای شرافت، ما هستیم دارای خلافت، ما هستیم دارای علم. شروع کرد ما فقال سعسعه فعین بنو هاشم منکم. سعسعه شیعه بود، بله، مدافع علی بود سلام الله علیه. و پس این بنی هاشم چه میشه؟ کجا شدن؟ بنی امیه وقتی شجرت و نبوه شدن که اصلا از بنی هاشم نیستن، بله، بندگان خدا این علی بن ابی طالب دیگه چی میشه؟ بنی هاشم اینا شجرت و نبوه، اینا به سرهموی پیغمبر اسلام هم. قال نحن اسوس من هم و هم خیر من نا، اونا از ما بهترن. بنی هاشم از من معاویه، از ما بنی امیه خوبترن، بله، اما ما سیاستمداریم، سیاستمدارتریم. یعنی بله، اینطوری احساس میگن که حالا در صفحه 65 معاویه به سعسعه گفت والله لقد کنت ابغض ان اراک خطیبا، به خدا خیلی بدم میاد تو حرف بزنی.
بعد آقای سعسع گفت و انا والله لقد کنتو ابغض ان اراک خلیفتن، منم خیلی بدم میاد ببینم تو خلیفه ای. اون بعدش میمد که سعسع خطابه بخونه و حقایق رو روشن بکنه، این بعدش میمد که اون خلافت بکنه چون میدونست خب. حق نبود. حاصل چه شد؟ آقای بنی امیه خلفا گفتن مشروعیت فقط رأی مردم و پیغمبر نسب بکنه نکنه یک درصد تأثیر نداره. آمدن دیدن مردم به اینها میگن خلیفه ولی ایمان ندارن. آمدن گفتن نحن شجرت النبوه، نحن شجرت رسول الله و بیزد هلتی انتقلت عن، هسته خلافت از پیغمبر بنا بود به صورت ارثی منتقل بشه به نسل بعدی ما هستیم. یک بله. دو، من عددی آوردم که الان نمیرسیم، در جلسه بعد انشاءالله اگر حیاتی باقی مونده باشه عرض میکنیم. 100 خورده ای روایت نقل کرده فقط ابن اساکر در فضیلت معاویه برای استحقاق خلافت که از طرف خداست. فضیلت پیغمبر خودش میگه فرموده که من امیدوارم ببینم روزی که شما قمیص یعنی پیراهن خلافت را به تن کردی. بله. پس نتیجه چه شد؟ اول آمدن گفتن خلافت فقط با رأی مردم است و بس، نسب پیغمبر از طرف خدا اعلام کردن اینکه ایشون خلیفه است وجود نداره، دیدن مردم ایمان نیاوردن 400 خورده هم روایت آوردن ابوبکر و عمر و عثمان هم منصوب رسول خداست که میرسیم. یعنی اومدن همطور که شما فرمودید نعوذ بالله به خدا هم دروغ نسبت بله. دادن و این اشخاص رو که هیچ ارتباطی با پیامبر اکرم و شجره نبوه نداشتن وصل کردن به شجره نبوه تا به این ترتیب اون مشروعیت رو هم کسب بکنن و علاوه بر اون اعمال زوری که به اون اعمال زوری که حکومت رو به دست گرفته بودن مشروعیت رو هم در کنارش بگذارن و این دفعه با خیال راحت هر جنایتی که میخوان انجام بدن رو انجام بدن. خب ما تقریبا 1 دقیقه دیگه به پایان برنامه بیشتر وقت نداریم. فکر میکنم 1 دقیقه دیگه مطلب مهمی نمیشه و فقط عرض میکنم این مطالب همه از اهل سنته. اهل سنت از یک طرف بدبختانه میگن والله بالله ابوبکر عمر و عثمان حتی معاویه با رأی مردم خلیفه شدن بس. از اون طرف هم 400 خورده با معاویه حساب کنیم 500 خورده روایت نقل کردن آقا پیغمبر اینا رو نسب کرده بود، کدومشو بپذیریم؟ یا این 400-500 روایت رو جعل کردید پس خیانت کردید، یا اون حرف اولیتون باطله که حرف شیعه بود آقا اینها از طرف پیغمبر مشروعیت ندارن چون خلافت پیغمبر رأی مردم هم 50% درست میکنه. 50%ش که مربوط به خداست خلافت آسمانی نامشروع. بسیار ممنون و متشکرم از فرمایشات جناب عالی. خب بینندگان عزیز و گرامی تا به این لحظه بیننده برنامه بینات قسمت 7 از این برنامه با موضوع صحیفه از نگاه دیگر بودید. امیدوارم که تا به این لحظه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. انشالله با ما همراه باشید تا در برنامه های بعدی جلوه ها و لایه های دیگری از این موضوع رو از این بحث صحیفه رو برای شما باز بکنیم. از همینجا از همه شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید و تا دیداری دوباره همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. احسنتون خیلی ممنونم.